بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته با تاریخ خانه کعبه و خود خانه کعبه و ویژگی‌هایی که خانه کعبه داشت آشنا شدیم. در جلسه امروزی می‌پردازیم به فضایل مسجد الحرام، مسجدی که خانه کعبه در آن قرار دارد، محیط و پیرامون خانه کعبه. همان گونه که الله متعال خانه کعبه را برگزیده به عنوان بیت خودش و خانه با حرمت و بیت الحرامش، همچنین خود مسجد هم حرمت دارد. مسجد هم مسجد الحرام هست و مسجد الحرام ویژگی هایی را دارد که هیچ یک از مساجد دنیا و هیچ جای دیگر از دنیا این فضایل و ویژگی ها و احکام را ندارند. زیبا هست که هر مسلمانی فضایل مقدسترین مسجد دنیا را، مقدسترین مکانی را که برای مسلمانان بالاتر از اون جای دیگر مقدس نیست، زیبا هست که فضایلش را و ویژگی هایش را ما باید بدانیم. عرض کردم که مسجد الحرام محبوب ترین جا و مقدس ترین مکان دنیا هست که در شهر مکه قرار دارد و بیت الله، کعبه و قبله مسلمانان در این مسجد قرار دارد. یکی از ویژگی های این مسجد این هست که مسجد الحرام اولین مسجدی هست که در تاریخ بشریت برای عبادت الله متعال بنا شده. خانه کعبه که بیت الحرام هست و خود مسجد که مسجد الحرام هست، یعنی این مکان اولین مکانی بوده که در طول تاریخ برای عبادت الله متعال ساخته شده. الله متعال می فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، در سوره آل عمران. اولین خانه ای را که به منظور عبادت و بندگی الله متعال در روی زمین بیان شده، بنا شده، آن خانه ای هست که در مکه هست. للذی ببکتا، آن خانه مبارک و مایه هدایت بشریت و انسانهای پرهیزگار هست، آن خانه ای که در مکه بنا شده. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که ابوذر از ایشون پرسید که اولین مسجد که در دنیا بنا شده کدام هست؟ در این آیه این اول بیتن اومده، این اول بیتن وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه‌ای که به منظور عبادت الله بنا شده کعبه هست،
خانه ای که در مکه قرار دارد. در روایت ابوذر اومده که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم که کدام مسجد قبل از همه و اول در دنیا بنا شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مسجد الحرام. ایشون سوال کردند که بعد از مسجد الحرام؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که مسجد الاقصا دومین مسجدی هست که به منظور عبادت الله متعال بنا شده. سوال کردند که در فاصله بنای مسجد الحرام تا بنای مسجد الاقصا از نظر زمانی چه مقدار بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود فرمودند که 40 سال. یعنی بعد از این که خانه کعبه و مسجد الحرام بنا شده 40 سال بعدش مسجد الاقصا بنا شده. این یکی از ویژگی های خانه کعبه و مسجد الحرام هست که نخستین مسجد و نخستین خانه ای هست که در طول تاریخ برای عبادت الله متعال بنا شده. یکی دیگر از ویژگی های این مسجد این است که محلی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنجا به مسجد الحرام در واقع انتقال داده شدند و از آنجا به اسراء رفتند. اسراء و معراج. اسراء یعنی حرکت در شب و معراج به معنی عروج هست، صعود و بالا رفتن هست. معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از ویژگی های ایشان هست و یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. اسرائش از مسجد الحرام در واقع آغاز شده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. زیبا هست که الله متعال این دو مسجد را که هر دو تایشون قدیمی ترین مساجد دنیا هستند اینها رو به هم دیگر ربط داده. 40 سال فاصله زمانی هست در میان مسجد الحرام و در میان مسجد الاقصى. الله متعال ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم را از نخستین مسجد دنیا پرواز می دهند، اسراء صورت می گیرد، در شب ایشان را از مسجد الحرام منتقل می کنند به مسجد الاقصا و از اونجا به معراج می روند. این هم یکی از ویژگی های مسجد الحرام و یکی از افتخاراتی هست که در این مکان در واقع هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کسب کردند و هم این مکان مفتخر شد به اسراء رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی دیگر از فضایل مسجد الحرام که برکتش به من و شما میرسد، به تمام کسانی که در مسجد الحرام نماز میخونند یا عبادتی رو انجام میدهند، این هست که الله متعال در این مکان یعنی در مسجد الحرام ثواب نمازها را و به صورت عمومی بقیه اطاعات و بندگی ها را و کارهای خیر را الله متعال افزایش داده. در حدیث جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که صلات فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلات فی ما سواه. فرمودند که نماز خواندن در مسجد من، در این مسجد من یعنی در مسجد نبوی در مدینه منوره، فرمودند که هر نمازی در مسجد من برابر هست یا برتر هست از 1000 نماز در جاهای دیگر. یعنی شما اگر 2 رکعت نماز در مسجد النبی بخوانید و 1000 رکعت دیگر در جای دیگر بخوانید، این 2 رکعتی که در مسجد النبی خوندی ثوابشون بالاتر هست و افضل و برتر هستند. در ادامه فرمودند الا المسجد الحرام، به استثنای مسجد حرام، مسجد مکه مکرمه، فصلات فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلات. هر نمازی در مسجد الحرام بهتر و بالاتر است از 100,000 نماز. بهتر از 100,000 نماز هست.
و همچنین روایت دیگری اومده در این زمینه از حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه که شیخ البانی رحمت الله علیه اینو تصحیح کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فضل الصلاة فی المسجد الحرام على غیره 100,000 صلاة، برتری نماز در مسجد الحرام بر جاهای دیگر 100,000 برابر هست. واقعا این فضیلتی هست که الله متعال به مسجد الحرام و پیرامون خانه خودش داده. و بسیاری از علما معتقد هستند که نه تنها نماز، این به عنوان یک نمونه ذکر شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه تمام عبادات و بندگی ها و کارهای خیر در مکه مکرمه و در مسجد الحرام در واقع ثوابشون افزایش می‌یابد. یکی دیگر از مواردی که مسجد الحرام دارد این است که مسجد الحرام حرم هست، غیر مسلمانان اجازه ورود به آن را ندارند. در سال 9 هجری رسول الله صلی الله علیه وسلم این حکم را ابلاغ کردند و این آیه را که الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ای مسلمانان، مشرکان نجسند، نجاست معنوی دارند، نجاست حکمی دارند، پس بنابراین هیچ مشرکی اجازه ندارد که به مسجد الحرام نزدیک بشود. به هیچ بهانه و دلیلی کافران و مشرکان اجازه ورود به مسجد الحرام را در واقع ندارند. و یکی دیگر از ویژگی هایش آنگونه که در سوره آل عمران اومده این است که هر کسی وارد مسجد الحرام بشود امنیت دارد و من دخله کان آمنا، هر کسی که وارد مسجد الحرام بشود تأمین دارد. یعنی اگر در جای دیگر جرم و جنایتی رو کرده باشد و وارد حرم بشود، تا زمانی که وارد حرم شده و در حرم وجود دارد کسی حق ندارد که به اون تعرض بکند. این ویژگی هایی هست که الله متعال به مسجد الحرام عنایت کرده. یکی دیگر از مواردی که جز فضائل هست این که اگر چیزی گم شده باشد، اگر شما یک چیزی را در مسجد الحرام پیدا کردید که مال یک مسلمانی هست در اونجا گم شده، شما حق ندارید که اون را بردارید مگر به این منظور که برای مردم اعلام بکنید که ای مردم، من فلان چیز را در مسجد الحرام پیدا کردم، مالکی هست. هیچ کسی حق ندارد چیزی را که در مسجد الحرام افتاده اون را بردارد و برای خودش در واقع استفاده بکند. و یکی دیگر از ویژگی های مسجد الحرام این هست که در هر وقتی که شما وارد مسجد الحرام بشوید نماز خواندن جایز هست. ما میدونیم که اوقاتی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردن ما رو که در این اوقات شما نماز نخوانید. ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نصلی فیهن او ان نقبر فیهن موتانا، سه وقتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو نهی کرده که مبادا در این سه وقت نماز بخوانید یا در این سه وقت مردگان رو تان را دفن بکنید، حرام هست. دقیقا وقت طلوع آفتاب تا زمانی که به اندازه یک نیزه آفتاب بر نیامده باشد، دقیقا در هنگام استوا وقتی که آفتاب وسط آسمان هست و در هنگام غروب، این سه وقت را خواندن نماز حرام هست، جایز نیست. اما در مسجد الحرام این استثناء هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن به قریش و بنی عبد مناف که هیچ کسی را از نماز خواندن در هیچ وقتی در مسجد الحرام منع نکنند. این یکی از ویژگی های مسجد الحرام هست. و یکی دیگر از مواردی که جز ویژگی های مسجد الحرام هست این که گناه در مسجد الحرام، الحاد و ظلم در مسجد الحرام شدیدتر و گناهش عظیمتر هست از جاهای دیگر. و الله متعال
وعید سختی را در این زمینه وارد کردند و فرمودند ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات. این مسجد الحرام مال همه هست، هم کسانی که از بیرون اومدن، هم کسانی که اهل مکه هستند. و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. هر کسی که در حرم مکی ظلمی رو مرتکب بشود، الحادی رو مرتکب بشود، گناهی رو انجام بدهد، عذاب الیمی در اختیارش هست، عذاب دردناکی رو خواهد داشت. یک تهدید شدیدی هست که الله متعال در واقع هشدار داده به انسانها که مبادا در داخل حرم دچار عصیان و نافرمانی الله متعال باشند. و همچنین احکام دیگری هستند در این زمینه که جز استثناءات هستند در مورد مسجد الحرام. به طور مثال خواندن نماز عید سنت این است که در غیر مسجد خوانده بشود. حتی در مدینه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز عید را در مسجد نبوی نمی خوندند، می رفتند در مصلای عید می خوندند. اما در حرم مکی و در شهر مکه اولاتر و بهتر این است که نماز در حرم خوانده بشود نه در مصلا. در تمام دنیا نماز عید اولاتر و بهتر این است که در مصلا و در عیدگاه خوانده بشود بیرون از شهر، اما در مکه مکرمه حکمش این است که حتما باید در خود حرم مکی در واقع نماز بخواند. و یکی دیگر از ویژگی هایش که مشترک هست در میان مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصا این مورد هست که نظر کردن برای عبادت در این سه مسجد جایز هست، اما برای مساجد دیگر جایز نیست. یعنی اگر کسی نظر کرد که من باید برمم در مسجد الحرام دو رکعت نماز بخونم، یا برمم در مسجد النبی بخونم، یا در مسجد الاقصی بخونم، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. اما شما اجازه ندارید که نظر بکنید در جاهای غیر از این سه مسجد به منظور عبادت سفر کردن و نظر کردن که من برمم در فلان مسجد عبادت بکنم، چون این چیزی جایز نیست. اما برای این سه مسجد جایز هست. یعنی این که اگر کسی نظر کرد که به طور مثال اگر فلان حاجت من برآورده بشود، من میرمم در فلان مسجدی که در فلان شهر هست ده رکعت نماز میخونم، از نظر شرعی اگر به اون مسجد نرفت، یک مسجد دیگری، مسجد محله خودشون رفت و نماز خوند، هیچ گونه اشکالی ندارد و نظرش ادا شده. اما در مورد مساجد ثلاثه این گونه نیست. نظر کردن جایز هست، انسان میتواند که به منظور عبادت برود و بار سفر را ببندد، به منظور عبادت در مسجد الحرام یا در مسجد النبی یا در مسجد الاقصا. و یکی دیگر از مواردی که جزء امتیازات مکه و مسجد الحرام هست که بسیار از فقها ذکر کردند این است که مستحب هست انسان ولو این که بدون نیت حج و عمره می رود به مکه احرام بپوشد، جزء مستحبات هست و خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد و بر این قضیه تاکید شده. اینها بخشی از ویژگی ها و امتیازاتی هست که الله متعال به مسجد الحرام داده. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق بدهد که بار بار به مسجد الحرام برویم و در مسجد الحرام الله متعال را عبادت بکنیم، نماز بخوانیم، که هر نماز و عبادتمون 100,000 بار بیشتر و بالاتر بشود و این فضیلت را کسب بکنیم که مایه خرسندی الله متعال و مایه نجات من و شما انشاءالله بگردد. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين
بحبك يا قبلة